سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. با شبنامه در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه گزارش امشب رو شروع کنیم، یه درخواست ازتون دارم. یک ویدیو درباره حوادث سخیر در تهران و ماجرای پالایشگاه تهران کار کردیم. این ویدیو حدوداً 30 دقیقه است، در یوتیوب ما منتشر شده. لطفاً حتماً این ویدیو رو ببینید. نظراتتون رو هم درباره این ویدیو برای ما ارسال کنید. اگر اجازه بدید بحث امشب رو شروع کنم. موضوعی که می‌خوام بهش بپردازم در خصوص ماجرای عجیب و غریبی است که در یمن داره اتفاق می‌افته. ماجرایی که به شدت سعودی‌ها رو در شوک فرو برده، شهروندان سعودی در شوک فرو برده. البته بعد از حادثه‌ای که در تهران پیش اومد، تا حدودی موج رسانه‌ای در شبکه اجتماعی عوض شده. خود سعودی‌ها هم دارن تلاش می‌کنن از این موج استفاده بکنن برای اینکه اذهان به سمت تهران و به سمت ایران منحرف بشه و کمتر پیرامون این قضیه صحبت بکنه. اما به هر جهت چیزی که در یمن رخ داده به قدری مهم هست که نمیشه از کنارش ساده گذشت و بعید هست بتوان مدیریتش بکنن. ما یک گزارش فردا شب در خصوص واکنش کاربران سعودی به این موضوع داریم. امشب هم می‌خوام کلیت ماجرا رو بررسی کنیم، اصلا چه چیزی اتفاق افتاد. خلاصه ماجرا این هست که نیروهای یمنی اومدن عملیاتی رو انجام دادن. در این عملیات وارد خاک عربستان شدن و 40 پایگاه رو در داخل خاک عربستان به تصرف خودشون درآوردن. بعد از این عملیاتی که انجام شده، عضو دفتر سیاسی انصارالله به طور رسمی اعلام کرده که عربستان باید فوراً همه اراضی یمن رو ترک بکنه تا ما این اقدامی که انجام دادیم و ورود خودمون به خاک عربستان رو خاتمه بدیم. چند تا نکته در نظر داشته باشید. چرا اینا اصلا وارد خاک عربستان شدن؟ سوال برای خیلی ها. اصلا چی شد اینا تصمیم گرفتن وارد عربستان بشن؟ نکته اولی که با تو ذهنتون داشته باشید این هست که عربستان یک میز مذاکره در نظر گرفته برای گفتگوی با یمنی ها. این اقدامی که یمنی ها قبل از مذاکرات انجام دادن یک پیامی بود برای سعودی ها و آمریکایی ها، و اون پیام این بود که اینا در موقعیت قدرت قرار دارن و اون کسی که در موقعیت ضعف هست و نمیتونه کاری بکنه اون عربستانه، و عربستان هست که باید یک راهکاری پیدا کنه برای اینکه خلاص بشه از این موقعیت ضعف. و نکته جالب تر اینجاست، شما فیلم هایی که از این حادثه منتشر شده وقتی بررسی میکنید، نیروهای یمنی که دارن حمله میکنن نیروهایی هستن که با سلاح سبک دارن پیش میرن، و در طرف مقابل شما نیروهای سعودی رو می‌بینید در حالی که با وجود تجهیزات بسیار پیشرفته بدون اینکه سلاح به دست داشته باشن، یعنی همه تجهیزات رو زمین گذاشتن و دارن فرار میکنن. حالا قسمت فاجعه بار ماجرا کجاست؟ ببینید، یمنی‌ها یک چیز رو اثبات کردن و اون همین هست که در حوزه نیروی زمینی به شدت موثر عمل میکنن، و وقتی یک نقطه‌ای رو به تصرف درآوردن شما نمیتونی اون رو ازشون پس بگیری و چاره‌ای نداری جز اینکه بری باهاشون گفتگو بکنی و باهاشون وارد بحث بشی و از این طریق تلاش بکنی که این نبرد رو خاتمه بدی. با در نظر گرفتن این موضوع، کاری که الان یمنی‌ها انجام دادن یک فاجعه به تمام معنا برای عربستان هست. یعنی عربستان به این راحتی‌ها دیگه نمیتونه نقاطی که اینا به تصرف درآوردن رو پس بگیره، مگر اینکه پای میز مذاکره بیاد بنشینه و زانو بزنه در مقابل یمنی‌ها. کمان که این اتفاق داره میفته. الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم، خبری در رسانه‌ها منتشر شده تحت این عنوان: رایزنی تلفنی وزیر دفاع آمریکا با ولیعهد سعودی درباره جنگ یمن. این احتمال داره این شبنامه رو زمانی که شما نگاه بکنید این جنگ رو اینا خاتمه هم داده باشن، رفته باشن توی مراحل پایانی، چون یک گفتگوی تلفنی انجام شده بین رئیس پنتاگون و بن سلمان. در این بن سلمان درباره پایان به جنگ یمن صحبت شده، چون این فاجعه است. اینا اومدن رسما وارد خاک عربستان شدن، با یکی از مهمترین شهرها در عربستان هم فاصله چندانی ندارن، و جالب اینجاست نقاطی رو گرفتن که مشرف هست بر اون شهرهای سعودی، و این یعنی به طور رسمی دارن اعلام میکنن که دیگه الان ما وارد یک موقعیتی شدیم که میتونیم نبرد رو وارد شهرهای سعودی بکنیم. سعودی که یه روزی فریاد میزد میگفت جنگ رو میکشونن به خاک ایران، الان اینها رفتن جنگ رو به خاک کشورش کشوندن و به زودی میتونن این جنگ رو به شهرهای سعودی هم بکشونن. این یک جنبه از قضیه است که به شدت همه کلافه کرده، و موضوع شوکه کننده تر برای سعودی ها اینجا هست که سعودی در طول سالهای اخیر فریاد میزد میگفتش که من در برابر یمنی ها کارو دارم پیش میبرم، در حوزه زمینی قوی هستم، ارتش خوبی دارم، در حوزه یگان های زرهی من موثرم، اونجا که دارم ضعف خرج میدم آمریکا داره ضعف خرج میده، چون آمریکا سامانه پدافندی خوبی به من نداده، این با پهپادها و موشکای ضعیفش میاد کشور منو میزنه، منم کار خاصی نمیتونم با پاتریوت آمریکایی انجام بدم. این حمله ای که اینا انجام دادن، و من اطلاعات دقیق الان ندارم، ولی چیزی که من شنیدم این بود که اینا رفتن عقبه ارتش سعودی در جنوب این کشور رو مورد هدف قرار دادن. این ماجرا اگر صحت داشته باشه، که احتمالاً صحت داره، یعنی تو نه تنها اون ارتش رو زیر سوال بردی، تو نه تنها اون سودانی ها و اون شبه نظامی هایی که آورده رو زیر سوال بردی، بلکه اثبات کردی که خود اون ارتش هم آسیب پذیر هست و خود اون ارتش هم در مقابل تو نمیتونه کاری انجام بده. یه نکته هم داخل پرانتز بهتون بگم، هشتگی که الان در عربستان داغ شده، البته قبل از حادثه‌ای که برای پالایشگاه تهران پیش اومده، چون این حادثه میتونه که فضای رسانه‌ای رو متاسفانه عوض بکنه و تا حدودی ذهن کاربران سعودی رو از اشغال شدن خاک کشورشون دور بکنه، ولی تا این لحظه که من دارم گزارش رو شما ارائه میدم، هشتگی که در عربستان داغ شده این هست: سربازان ما را دیگر بازیچه قرار ندهید. خانواده سرباز سعودی و خانواده برخی از نظامیان که جان خودشون را در این نبردها از دست دادن، اومدن به طور رسمی نامه‌ای رو نوشتن، از بن سلمان خواستن که به خاطر این فاجعه‌ای که رخ داده استعفا بده، و به نوعی خواستن که به این نبرد خاتمه داده بشه. و یه نکته خیلی مهمتر در نظر داشته باشید، این زمانی هست که اینا اومدن انتخاب کردن برای این حمله، یکی از بهترین زمان‌ها انتخاب شده، یعنی در بازی زمانی که سعودی می‌خواست در یک موضع بالا
بیاد بشینه پای یک میز مذاکره، رسانه هم داره دیگه، تیم سایبری هم که خیلی زیاد داره، بیاد بشینه در یک موزه بالا بگه که بله من تصمیم گرفتم که این لطف رو بکنم و این نبرد رو خاتمه بدم، اینا اومدن وارد خاک عربستان شدن که به طور رسمی با رسم شکل اثبات بکنن که آقا ماجرا یه چیز دیگه است، بیا زانو بزن در مقابل یمن. و یه چیز ویژه‌تر وجود داره، ببینید در حال حاضر چیزی که شما باش روبرو بودید پهپادها و موشکایی بود که از یمن میرفت به سمت عربستان و هر کدوم از اینها که پرواز می‌کرد یمنی‌ها یه نکته رو تاکید می‌کردن و اون نکته این بود که ما یک بانک اهدافی داریم و این بانک اهداف رو دونه دونه مورد هدف قرار می‌دیم، منتظر بعدی باشید، منتظر این باشید که بیایم یک هدف دیگه رو بزنیم. و خب سعودی‌ها درگیر این بودن که در میدان نظامی در یمن افرادی رو روبرو خودشون می‌بینن که دارن باشون می‌جنگن، ولی در مقابل خودشون در آسمان و هوا بعد منتظر یمنی‌ها باشن و خطری بابت ورود اونها به خاک عربستان تهدیدشون نمی‌کنه. الان این چیزی که رخ داده رو یمنی‌ها بهش میگن مرحله بسیار دردناک، یعنی اون اصطلاحی که اینا دارن در گفتگوهای خودشون و دیالوگ‌های خودشون بهش اشاره می‌کنن این هست، درد بزرگی که تازه شروع شده است. گفته این اصلا یه مدل جدیدیه، پهپادهامون جای خودش، موشک‌هامون جای خودش، تصمیم گرفتیم از این بعد به همین سبک بیان جلو، خاک کشور تو اشغال بکنیم، شهرات هم بگیریم، هر موقع تصمیم گرفتی که جنگ یمن خاتمه پیدا بکنه ما هم با کمال احترام این مناطق رو ترک می‌کنیم و در اختیار مردم عربستان قرار می‌دیم. اما دوستان عزیز به یک نکته دیگه دقت بکنید، 7 سال پیش نبردها بین عربستان و یمن در حال شروع شد که یمنی‌ها در حال عقب نشینی بودن، که یمنی‌ها در حال شکست بودن، که یمنی‌ها با چالش‌های روبرو بودن، اینها ایستادگی کردن، خسته نشدن، کم نیوردن، اسیر فضاسازی رسانه‌ای نشدن، اسیر فضایی که تلاش می‌کرد اینها رو تحقیر بکنه، ناامید بکنه و به نوعی تمرکز رو ازشون بگیره نشدن. و الان ماجرایی که اتفاق افتاده اینه، یمن در حال حمله هست و این سعودی که در موقعیت دفع حمله قرار گرفته، یمن وارد خاک عربستان شده و این سعودی است که خاک کشورش مورد تجاوز قرار گرفته. نوع گذشته‌ای یمنی‌ها از این نبرد هم در خودش جالب بوده، با توجه به اینکه عربستان یه تیم سایبری قدرتمند داره، مدام تلاش می‌کنه که یا مسائل رو سانسور بکنه یا به شیوه دیگه‌ای منعکس بکنه، یمنی‌ها اعلام کردن که ما ده‌ها زره‌پوش و تعداد زیادی تجهیزات و ابزارهای جنگی رو در این نبرد منهدم کردیم و تونستیم بخش قابل توجهی هم غنیمت بگیریم و از همه اینها فیلم گرفتیم، همه‌ش رو هم مستندسازی کردیم، به زودی هم همه‌ش رو منتشر می‌کنیم. یعنی اینا بخشی از چیزایی است که یمن گفته برای اینکه یک عملیات روانی در قبال این بازی سعودی‌ها داشته باشه. اگر اجازه من ویدیو رو همینجا متوقف می‌کنم، چند تا از پیام‌های شما دوستان رو می‌خوام بخونم. یکی از دوستان یک پیام فرستاده، ما دیشب اونم توضیح دادیم، گفتیم هموطن‌هایی که در مرزهای ایران هستن و به خصوص کسانی که قومیت‌های ایران محسوب می‌شن، برای مثال دوستان کرد ما، دوستان ترک ما، دوستان عرب ما، دوستان بلوچ ما، دوستان ترکمن ما و بقیه عزیزان، اینها کسانی هستن که در طول این سال‌ها این اتفاق رخ داده که بعضی‌ها به عشق وطن، به خاطر اینکه خواستن وطن پرستی رو ترویج بکنن، به خاطر اینکه خواستن با تجزیه طلبی مقابله کنن، ناخواسته حرفایی زدن که قومیت اینها مورد تحقیر و توهین قرار گرفته. و اینم گفتم بعضی‌ها فکر می‌کنن که ما اگر بخوایم همدلی رو در ایران بیشتر کنیم، راهکاری نداریم جز اینکه این قومیت‌ها رو از قومیتشون بیزار و خسته بکنیم و به اینها انگیزه بدیم که بیان به سمت فاصله گرفتن از زبان و فرهنگ و تفکر و پوشش و همه اینها. و توضیح دادم، گفتم که این قومیت اگه می‌خواد به کشورش خدمت بکنه، اتفاقا پیش نیازش این است که تعصب خودش رو مسئله قومیت خودش بیشتر بکنه، بعد تلاش بکنه اونهایی که آن سوی مرز هستن رو با ایران همراه بکنه. حالا یکی از دوستان نوشته که شما حرف خوبی زدین، فقط این رو بگید که ما الان با چه چیزی، با قومیت‌های آن طرف مرزها ارتباط بگیریم و اونها رو جذب کنیم. شما یه سناریو بدید. چشم، من بهتون سناریو خواهم داد، اما فعلا یه نکته رو داخل پرانتز بگم، برای آغاز شما روی مشترکات کار بکنید. اصلا لازم نیست که تو فعلا سناریو خاصی داشته باشی برای اینکه چیزی رو به طرف مقابل توضیح بدی، تو صرفا از مشترکاتی صحبت بکن، همین مشترکاتی که با هم دارید، همین زبان، همین گفتگوها، همین آیین‌ها، و در کنارش بر حس وطن پرستی خودت هم مانور بده، به عنوان یه کرد ایرانی، به عنوان یه کردی که دارم در ایران زندگی می‌کنم، فلانی من ارادت دارم به تو، من خوشم میاد از تو، تو آدم مشتی هستی، میدونی چجوری دارم میگم، حالا تو با ادبیات خودت باید این کار رو بکنی ها. وقتی این فضا رو به وجود آوردی، او صرفا به این جنبندی میرسه که در این سوی مرز یک دوست ایرانی از قومیت خودش داره. این آغاز فضایی هست که ما میتونیم داشته باشیم برای دیالوگ با کسانی که آن سو هستن، برای اینکه اونها رو جذب وطن خودمون بکنیم دیگه، اونها رو نگاهشون رو همسو بکنیم. چرا همواره تجزیه طلب ها باید بیان فضایی رو به وجود بیارن برای اینکه مردم رو جذب اونها بشن؟ قومیت های ما مگه جذابیت کم دارن؟ مگه در اصالت چیزی کم دارن از اون؟ تازه ما اصیل تر هستیم. در زبان مگه چیزی کم دارن؟ در آیین مگه چیزی کم دارن؟ در پوشش مگه چیزی کم دارن؟ در موسیقی خودشون مگه چیزی از اون وریا کمتر دارن؟ از همه این ظرفیت ها میشه استفاده کرد برای اینکه به کشور خودمون یک خدمت بکنیم و یک کار موثر رو انجام بدیم. اگر اجازه بدید من این ویدیو رو همینجا متوقف میکنم. یه نکته رو داخل پرانتز بگم، اتفاقا مهمترین و موثرترین کاری که من و شما برای مقابله با تجزیه طلب ها میتونیم انجام بدیم همینه. تو لازم نیست فریاد بزنی تجزیه طلبی بعد از تجزیه طلبی بعد از تجزیه طلبی بعد از همین کارا رو اگر انجام بدی، یه کار موثر میشه در این خصوص انجام داد. دوستان عزیز، منتظر پیام های ارزشمند شما هستیم. شبتون بخیر.